خانم زیبا از بامیان، آیا انسان می تواند در نماز شب برای بیشتر از 40 مؤمن دعا کند؟ در نماز شب این قید نیامده که فقط 40 مؤمن دعا شود و کسی اجازه نداشته باشد که بیش از 40 مؤمن را دعا بکند. نه، شما می توانید بیش از 40 مؤمن، 50 مؤمن، 100 مؤمن، هر قدر دل شما می خواهد از مؤمنین را دعا بکنین و محدودیتی در این زمینه وجود نداره. چی بهتر است که همه این مؤمنین به طور جمعی هم در نماز شب دعا شود و برای اونها طلب خیر و مغفرت صورت بگیره. خانم مهسا از کابل. سوال اول، چرا زنها باید پشت سر مردها نماز بخوانند؟ سوال دوم، اگر عادت ماهواره یک خانم بیش از 10 روز طول بکشد، نمازهایش قضا دارد یا خیر؟ سوال سوم، اگر در چند روز اول عادت ماهانه برای چند ساعتی انسان خون نبیند، آیا باید غسل کند و نمازش را بخواند؟ سوال چهارم، من 2 سال نماز قضا دارم، آیا نمازهای 2 ساله‌ام را مانند نمازهای واجب دیگر در وقتش بخوانم یا اینکه هر وقت دلم خواست بخوانم و تمامش کنم؟ در قسمت اولی سوال میخوام عرض بکنم دلیلی مسئله روایات هست در این زمینه که چرا زن باید پشت سر مرد نماز بخونه و جلوی مرد نمیتوان نماز بخونه. روایات وجود داره که من از بین اون روایات یک روایتی که از حیث سند معتبر هست یادداشت کرده ام و خدمت شما بینندگان عزیز این روایت رو میخوانم و در این روایت نکات بسیار جالب و قشنگی در مورد سواری مسئله وجود داره. امیدوارم که به عرایز بنده دقت بکنید و از این نکات استفاده ببرید. عمار ثباتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه انه سئل عن الرجل یستقیم له ای یسلی و بین یدیه امرأة تسلی. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه آیا صحیح است که مرد نماز بخوانه در حالی که یک زن پیش روی او در حال نماز خواندن هست؟ امام در جواب این سوال میفرماید لا یسلی، نباید نماز نخواند. از این فهمیده میشه که پس خواندن نماز زن در جلو از مرد درست نیست. منتها در ادامه امام سواری مسئله رو بیان میکند که در بعضی صورتها اشکال نداره، زن پیش روی مرد هست و نماز میخوانه و مرد هم پشت سر هست. حالا در کدام صورتها جایزه؟ امام در ادامه روایت به این صورت میفرماید حتی یجعل بینه و بینها اکثر من 10 اذرع. در یک صورت میشه که زن پیش رو باشه و مرد پشت سر نماز بخونه و نماز هر دو هم صحیح باشه. او در کدام صورته که فاصله بین زن و بین مرد بیشتر از 10 ذراع باشه. ذراع که میدانید که از سر انگشت تا مرفق ایره ذراع میگه، 1 ذراع. حالا در این روایت میگه بیشتر از 10 ذراع اگر فاصله باشد بین زن و مرد اشکال نداره، زن میتوانه پیش نماز بخونه و مرد پشت سر نماز بخونه، البته به صورت انفرادی هر که نماز خود میخونه. در صورتی که اگر زن و مرد مساوی هم استاد شوه، در این صورت آیا نماز ای دوتا صحیح هست یا نیست؟ باز هم امام بفرماید این کاند عن یمینهی و عن یسارهی، اگر زن در طرف راست یا در سمت چپ مرد استاده باشه و نماز بخونه، جعل بینه و بینها مثل ذلک. مثل ذلک یعنی همین بیشتر از 10 ذراع. اگر فاصله بین زن و مرد بیشتر از 10 ذراع باشه، اینها اگر در کنار هم در یک خط مساوی قرار بگیره، باز هم نماز ای دوتا اشکال نداره. اما اگر کمتر از 10 ذراع بین اینها فاصله باشه، اینا در برابر هم استاد شود، در کنار هم استاد شود، نماز هر دوتا باطله. اما در صورتی که اگر مرد جلو باشه و زن پشت سر،
مرد نماز بخوانه. در این صورت امام میفرماید فاین کانت تسلی خلفه فلا باس، زن اگر پشت سر مرد نماز بخوانه یه اشکال نداره. و این کانت تصیبو ثوبه، هرچند که بین از اونهایش فاصله نیست، یعنی موقعی که زن به سجده میره سر زن به لباس مرد اصابت میکنه، کنایه از ایست که فاصله نباشه، باز هم نمازشان صحیح است. این جواب قسمت اول این سوال. اما جواب قسمت دوم در این زمینه فرق میکنه، حکم مسئله یک مقدار توضیحات بیشتر رو میطلبه. حالا من طبق یک صورت مسئله رو توضیح میدم. اگر عادت زن عادت عددیه باشه، عادت عددیه به او عادت گفته میشه که از لحاظ، یعنی از حیث روز روزش مشخصه. مثلا یک خانم وقتی که در ماه عادت میبینه، ماهوار رو میبینه، همیشه یه 6 روز یا همیشه 7 روز خون میبینه و بعد از 7 روز چی هست؟ خونشان قطع میشه و پاک میشه. به این میگه دارای عادتی عددیه. حالا اگر یه خانم دارای عادت عددیه بوده ولی در این ماه خون در اون روزهای عادتش بعد از روز عادتش قطع نشده، به 10 روز رسیده و از 10 روز هم تجاوز کرده، یه حکمش به این صورته. اگر این 10 روزی که این دختر خانم یا خانم خون دیده، همه این 10 روز صفات خون یک قسم بوده، یا همه این 10 روز نشانه های حیض را داشته، یا همه ایشان نشانه های استحاضه را داشته، در این صورت وظیفه خانم یه هست که از همون ابتدایی که خونم میبینه به روزهای عادتش، اگر عادتشان 7 روز بوده، همون 7 روز رو حیض قرار بدهد، مابقیشان رو استحاضه قرار بده. و اون روزهایی که به حکم استحاضه عمل میکرده، وظیفهشان عمل نمودن به حکم استحاضه بوده ولی یه نماز خود رو نخوانده، باید نمازهایشان را قضا کنه. این در صورتی که خونها از لحاظ نشانه مساوی باشه. اما اگر نشانه های خون مختلف هست، چند روز نشانه های حیض را داشته، چند روز دیگر نشانه های استحاضه را داشته، اگر او روزهایی که نشانه حیض را داشته برابر با روزهای عادتش هست، مثلا 7 روز عادت ماهواری هست و ای از بین 10 روز خون 7 روزشان اتفاقا نشانه های حیض را داشته، یا بیشتر از روزهای عادت این خون نشانه های حیض را داشته، در این 2 صورت فقط همون 7 روز عادتشان را خون حیض قرار بده. اما اگر او روزهایی که خون نشانه حیض را داشته کمتر از روزهای عادتش بوده، مثلا 3 روز یه خون نشانه های حیض را داشته، دیگر نشانه های حیض را نداشته، در این صورت همون 3 روزی که نشانه های حیض را داشته به زمیمه روزهای بعد به تعداد همون 7 روزی که عادت ای بوده از این 10 روز حیض قرار بیته، مابقی را استحاضه قرار بیته. و او روزهایی که به عنوان استحاضه قرار داده، روز نمازهایی را که نخوانده، باید او نمازها را قضا بکنه. این قسمت دوم سوال بود. در قسمت سوم سوال میخوام عرض بکنم که نه، او چند ساعتی که در روز دوم یا در روز سوم خون قطع میشه، لازم نیست که یه غسل بکنه. اون قطع شدن در 2 ساعت و 3 ساعت این دلیل بر اینه میشه که خونی قطع شده نه. اگر 2 روز رو خون ببینه، 1 روز رو مکمل خون قطع شده، در این صورت هست که معلوم میشه یه خونی حیض نیست. اما اگر چند ساعت قطع شده، این دلیل بر عدم حیض بودن نیست و غسل هم لازم نداره، نباید غسل بکنه. اما قسمت چهارم سوال در مورد قضای نماز، وقتی شما میفهمید که 2 سال از شما نماز قضا شده، خب همون 2 سال رو باید نماز قضا شده قضا بکنید. اما در کیفیت قضا نمودن اینها شما میتوانید به این صورتی که نماز ادایی روزانه رو میخوانید به این صورت قضا بکنید، یعنی اول نماز صبح رو قضا بکنید، بعد نماز ظهر رو، بعد نماز عصر رو، بعد مغرب و عشا رو، و می توانید طبق فتوای آیت الله عظمای سیستانی حفظه الله که نه، به این ترتیبی که نماز ادایی یومیه رو می خوانید به این ترتیب شما قضا نکنید. مثلا شما می توانید که 5-6 روز نماز صبح رو پشت سر هم قضایشان رو بخوانید، بعد
پنج شش روز دیگر نماز ظهر عصر را قضایشان را بخوانید، یا برعکس اول چهار پنج روز نماز قضایی ظهر عصر رو میخوانید، بعد نماز قضایی نماز صبح رو میخوانید، بعد نماز قضایی مغرب و عشا رو میخوانید. یعنی در خواندن قضایی ترتیب طبق فتوای آیت الله عظمی سیستانی لازم نیست، میتوانید به این صورت بخوانید و میتوانید به اون صورتی که نماز ادایی رو میخوانید به اون صورت بخوانید.